آمدن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر رئیس جمهور جدید به افغانستان. تلاش ناکام هکرها برای حمله به سرور مرکزی کمیسیون انتخابات افغانستان. یک گروه 4 نفری طالبان به اتهام تخریب پایه‌های برق در سالنگ بازداشت شد. و در اخیر جزئیات کامل درگیری دو عضو مجلس نمایندگان با نیروهای پلیس ملی در کابل. دوستان عزیز سلام، با مجموعه خبرهای داغ امروز ما خوش آمدید. لطفا تا پایان ویدیو با ما باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. بشیر احمد قاسمی در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته است: اردوغان به کابل بیاید. رجب طیب اردوغان در دیدار با رهبری پارلمان افغانستان گفته است که در مراسم تالیف رئیس جمهور جدید به کابل میآید. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است درهای اروپا را برای مهاجرین باز خواهیم کرد. رئیس جمهور ترکیه اتحادیه اروپا را با فرستادن بیش از 3 میلیون مهاجر سوریایی تهدید کرد. با گزارش سپوتنیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید در صورتی که اتحادیه اروپا عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه تحت نام چشمه صلح را تجاوز توصیف کند، درهای اروپا را برای بیش از 3 میلیون مهاجر سوریایی باز خواهند کرد. اردوغان: هی اتحادیه اروپا به خودت بیا، اگر شما تلاش دارید عملیات نظامی ما را تجاوز بنامید کار ما ساده تر است. ما گذرگاه های سرحدی خود را باز خواهیم کرد و 3.6 میلیون پناهنده را به سمت شما خواهیم فرستاد. روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه تحت نام چشمه صلح علیه حزب کارگران کردستان و گروه تروریستی دولت اسلامی یعنی داعش خبر داد. در همان روز قوای هوایی ترکیه شهر راس العین و شماری از شهرهای سوریه در سرحد دو کشور را بمباران نمودند. پس از مدت عملیات قوای زمینی اردوی ترکیه آغاز شد. تلاش ناکام هکرها برای حمله به سرور مرکزی کمیسیون انتخابات افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که سرور رایگیری الکترونیکی این نهاد بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته است. با گزارش خبرگزاری 8 صبح، اعضای رهبری دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به نقل از شرکت دارملوک گفتند که تلاش هکرها برای حمله به سرور مرکزی این کمیسیون ناکام بوده است. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفته است که مسئولیت تامین امنیت سایبری سرورها به دوش شرکت دارملوک است. با گفته او بر اساس معلومات شرکت دارملوک تلاش های زیادی از سوی هکرها برای حمله به سرور مرکزی صورت گرفته اما بی نتیجه بوده است. در مورد اینکه حمله هکرها از سوی کدام جناح صورت گرفته چیزی گفته نشده است. با گفته او این مشکلات در سرورهای شرکت دارملوک است. به همین دلیل دو کارمند فنی شرکت دارملوک روز چهارشنبه برای حل این مشکل به کابل آمدند. دارملوک یک شرکت آلمانی است که دستگاه های بایومتریک برای انتخابات افغانستان را فراهم کرده است. رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات تاکید کرده است که معلومات 2000 دستگاه بایومتریک شده نیز به زودی وارد سیستم خواهد شد. وی همچنین از ادامه روند شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر داده و گفته است که اقدامات حفاظتی برای پیشگیری از این نوع حملات انجام شده است. گفتنی است که در 28 سپتامبر امسال چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از زمان سرنگونی طالبان در سال 2001 تا اکنون برگزار شد. این انتخابات برای حفظ امنیت مردم و پیشگیری از حملات احتمالی شبه نظامیان طالبان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در این انتخابات 2,695,000 نفر از مجموع 9,600,000 واجد شرایط رای دادند. 14 نامزد برای تصدی سمت ریاست جمهوری افغانستان با هم به رقابت پرداختند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 بیش از 50% بوده است. یک گروه 4 نفری طالبان به اتهام تخریب پایه‌های برق در سالنگ بازداشت شد. با گزارش 8 صبح ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 4 نفری طالبان به اتهام انفجار و تخریب پایه‌های برق خبر داده است. این ریاست روز جمعه 19 میزان اعلام کرد که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی با اجرای یک عملیات ویژه پنجشنبه شب گذشته 18 میزان یک گروه 4 نفری طالبان را که در انفجار پایه‌های برق در سالنگ جنوبی دست داشتند بازداشت کردند.
طبق معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، این افراد از طالبان محل بودند که روستای آهنگران ولسوالی سالنگ تا عملیات نیروهای این ریاست بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که این گروه 4 نفری رئیس شرکت برشنا را تهدید کرده بودند که اگر $100,000 آمریکایی پرداخت نکند پایه‌های برق را منفجر می‌کنند. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی منتشر شد آمده است، افراد بازداشت شده به نام‌های دلاغا مشهور به مماتی، فدا محمد، حیران، محمد شفی و آقا شیرین اعتراف کردند که چند پیش نظر به هدایت رهبریشان با رئیس برشنا تماس گرفتند و از او تقاضای $100,000 آمریکایی کردند و او را اخطار دادند که اگر برایشان پول پرداخت نشود پایه‌های برق را انفجار خواهند داد. ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که رئیس شرکت برشنا از پرداخت پول به این گروه خودداری کرد و به همین دلیل گروه 4 نفری طالبان که بازداشت شده اند دست به انفجار پایه‌های برق زدند. طبق معلومات امنیت ملی، این گروه 4 نفری از ماه جوزا سال روان به این سو تا اکنون 3 بار پایه‌های برق را در مربوطات ولسوالی سالنگ منفجر و تخریب کردند. ریاست امنیت ملی گفته است که در آخرین مورد پایه‌های برق وارداتی در 16 میزان توسط افراد مزبور در سالنگ تخریب و منفجر شده است. شرکت برشنا روز چهارشنبه 17 میزان از تخریب پایه‌های برق در سالنگ خبر داده بود. با تخریب این پایه برق وارداتی با کابل و چند ولایت دیگر در حوزه مرکز و جنوب قطع شد. سرانجام روز گذشته برشنا برق کابل را دوباره وصل کرد. قطع برق نه تنها کابل پایتخت و چند ولایت دیگر را به تاریکی فرو برده بود، بلکه سیستم آبرسانی را نیز در این چند ولایت مختل کرده بود. جزئیات کامل درگیری فیزیکی دو عضو مجلس با پلیس ملی در کابل. دو تن از اجزای مجلس نمایندگان شب گذشته در کابل بر سر پاککاری شیشه های سیاه موترهایشان با پلیس ملی به نزاع پرداختند. با گزارش اسپوندینگ وزارت امور داخلی کشور تاکید کرد که دو عضو مجلس نمایندگان شب گذشته جمعه 19 میزان با نیروهای پلیس ملی در شهر کابل درگیر شدند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله در گفتگو با رسانه‌ها گفت که این درگیری ساعت 8 شب گذشته در نزدیک ساحه گمرک شهر کابل رخ داده است. خانم امینی تصریح کرد که این دو عضو مجلس زمانی با پلیس درگیر شدند که پلیس میخواست شیشه های سیاه موتر آنان را پاک کند که با مخالفت وکلا و محافظانشان روبرو شد. وی بیان داشت که در واکنش به این رویداد دیگر اعضای مجلس نمایندگان ساعت 11 شب گذشته سرپرست وزارت داخله را به پارلمان فرا خوانده و خواهان برکناری بی قید و شرط معین ارشد امنیتی این وزارت شدند. هرچند وی مشخص نکرد که این نزاع بین کدام یک از اعضای مجلس با پلیس بالا گرفته بود، اما گفته می شود که مریم سلیمان خیل و نوریندا سنگ خالص دو عضو در این ماجرا دخیل بودند. او تاکید کرد که اکثر اعضای مجلس ساعت پس از نزاع اولیه علیه اقدام پلیس واکنش نشان دادند. معاون سخنگوی وزارت داخله تصریح کرد که برنامه پاککاری شیشه های سیاه و سایت نقلیه که در برخی موارد به انتقال عاملان انتحاری مزنون هستند از چند به این سو آغاز شده است و پلیس در تطبیق این برنامه استثناء قائل نمی شود. این چندمین بار است که اعضای مجلس پارلمان با پاککاری شیشه های سیاه موترهایشان مخالفت کرده و با پلیس درگیر می شوند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان ما تا آخرین لحظه کوشش میکنیم لحظه به لحظه تحولات و رویدادهای انتخابات افغانستان را با شما آماده بسازیم و برای دنبال کردن این خبرها چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیو و مطلب بعدی که به شما آماده می‌سازیم، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.